آمار توقف استخدام معلمان زن در مکاتب دخترانه غزنی، احتمال عمومی بودن دستور وجود دارد. دادگاه اشتوتگارت آلمان پرونده سرمایه‌گذاری های مشکوک از جمله خرید املاک عصای رحمانی ها را بست. بنت جامعه بین‌المللی در برابر ستم جنسی طالبان اقدام و از مشروعیت بخشی به آنان خودداری کنند و همچنان در پایان بالاخره کابوس بیوطنی پایان یافت. مشروع خبرها منابع میگوید که وزارت معارف طالبان به ادامه محدودیت‌هایش بر آموزش دختران این بار روند استخدام معلمان زن در مکاتب دخترانه غزنی را به امر ثانی معکول کرده است. منابع ملی در ولایت غزنی به روزنامه 8 صبح میگویند که ریاست معارف این ولایت به دستور وزارت معارف طالبان روند استخدام معلمان زن را متوقف کرده است. از این رو احتمال دارد این دستور در دیگر ولایات هم اجرایی شود. یکی از داوطلبان زن که برای بست معلمی در ولسوالی ناور غزنی ثبت نام کرده است به روزنامه 8 صبح تایید کرد که روز گذشته ریاست معارف طالبان در غزنی از داوطلبان مرد آزمون رقابتی عقص کرده، اما به داوطلبان زن گفته است که تا امر ثانی منتظر بماند. به گفته منابع در این ولایت بر اساس این دستور که ممکن عمومی باشد، روند آزمون رقابتی برای احراز بست‌های معلمی در مکاتب دخترانه تا زمان نامعلوم متوقف شده است. با این حال مشخص نیست که این دستور به صورت عمومی صادر شده یا تنها در ولایت غزنی قابل اجرا است. وزارت معارف طالبان تاکنون در مورد این دستور تازه اظهار نظر نکرده است. گفتنی است که طالبان در کمتر از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیاد و سخت بر آموزش، تحصیل و کار زنان وضع کردند. دادگاه اشتوتگارت آلمان پرونده سرمایه‌گذاری‌های مشکوک از جمله خرید املاک عصای رحمانی‌ها را بست. دادگاه ایالت اشتوتگارت پرونده سرمایه‌گذاران در بخش املاک از جمله سرمایه‌گذاران افغانستان که متهم به سوء استفاده از کمک‌های آمریکا و سپس سرمایه‌گذاری در آلمان بودند را متوقف کرد. این دادگاه با نشر بیانیه در وبسایتش گفته که این پرونده را به دلیل نبود شواهد کافی بسته کرده، اما مشخصاً از هیچ متهم از جمله رحمانی‌ها نام نبرده است. در متن اعلامیه دادگاه اشتوتگارت آمده است دفتر دادستانی تحقیقات خود را در مورد پولشویی افراد ناشنا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات گران قیمت در سراسر آلمان انجام داده است. پرونده کسانی که متهم بودند پولهایشان از پروژه‌های لوجستیکی آمریکا و ناتو در افغانستان به دست آمده است، مطابق بند 2 ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل عدم شواهد کافی متوقف شد. بنت جامعه بین‌المللی در برابر ستم جنسی طالبان اقدام و از مشروعیت بخشی به آنان خودداری کنند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان گزارش تازه‌اش از وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان را نشر کرده و در آن بر اقدام هماهنگ جامعه بین‌المللی در برابر سیاست‌های طالبان تاکید کرده است. آماج نیوز در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد. گزارش انستیتوت خاورمیانه از میان 1137 رهبر و مقام طالبان 891 تن آنها پشتونند. انستیتوت تحقیقاتی خاورمیانه در گزارش که اخیراً منتشر ساختند نوشته است که از میان 1137 رهبر و مقام ارشد طالبان 891 نفر آنها پشتون، 53 نفر تاجیک، 27 نفر ازبک و 6 هزارند. بر اساس این پژوهش 40 مقام ارشد مهم طالبان از جمله رهبر، رئیس الوزراء، وزیران دفاع، تحصیلات عالی، معارف، فرهنگ، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، قاضی القضات از قندهار هستند و 19 رهبر دیگر طالبان به شمول وزیر داخله، معاون سیاسی رئیس الوزراء، وزیر انرژی و آب و وزیر امور مهاجران از پکتیا هستند و 8 زن و از قوم ترکمن و هزاره در کابینه حکومت طالبان حضور ندارند. مطالعات انستیتوت خاورمیانه نشان می‌دهد که 5 عضو رهبری طالبان از جمله خالد حنفی وزیر تنده و امربالمعروف این گروه از قوم پشه‌ای است. حمدالله نعمانی وزیر شهرسازی و مسکن طالبان از قوم بلوچ است و 3 مقام دیگر طالبان از جمله معاون قاضی القضات محمد قاسم راسخ از قوم ترکمنند. نشست سالانه گروه 7 در ایتالیا، جنگ اوکراین و جاه‌طلبی‌های چین محور اصلی گفتگو است. رهبران G7 نشست سالانه خود را با محور جنگ اوکراین و گروه 7 جاه‌طلبی‌های سیاسی و اقتصادی چین در ایتالیا آغاز می‌کنند. با گزارش ریتاز این نشست قرار است تا ساعت دیگر روز 5 شنبه در شهر باری در جنوب ایتالیا آغاز شود. در این نشست رهبران آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و کانادا گرد هم جمع می شوند تا در مورد
وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین با استفاده از مفاد دارایی‌های مسدود شده روسیه رایزنی کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز برای دومین سال پای هم در این نشست اشتراک می‌کند و قرار است توافقنامه امنیتی جدید و درازمدت با جو بایدن امضا کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در زمیپورد این توافق به خبرنگاران گفته است با امضای این قرارداد ما همچنان سیگنال از عزم خود را به روسیه ارسال خواهیم کرد. اگر ولادیمیر پوتین فکر میکند که میتواند از ائتلاف عمومی اوکراین پیشی بگیرد اشتباه میکند. بحران مهاجرت، خاورمیانه و هوش مصنوعی از دیگر محورهای بحث رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان در این نشست سه روزه خواهد بود. رهبران گروه هفت در حال بنگرانی ها درباره جاه‌طلبی های سیاسی و اقتصادی چین خواهند پرداخت که اتحادیه اروپا مشتاق است که از یک جنگ تجاری به بیجینگ خودداری کنند. در نشست جی هفت از رهبران برخی از قدرت های منطقه ای از جمله هند، برزیل، آرژانتین، ترکیه، الجزایر و کنیا نیز دعوت شده است. چراغ سبز حماس با تجویز در غزه، امیدها بعد توقف جنگ 8 ماهه افزایش می‌یابد. پس از اعلام حمایت حماس از قطعنامه و تجویز شورای امنیت سازمان ملل در غزه، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در خاورمیانه به سر می‌برد از آن استقبال کرده است. با گزارش اورشلیم پست بلینکن گفته که بیانیه حمایت حماس از قطعنامه سازمان ملل درباره تجویز در غزه نشانه امیدوارکننده برای پایان جنگ است. بلینکن افزوده است که گفتگوها در مورد برنامه‌های برای غزه پس از آتش بس امروز و در دو روز آینده ادامه خواهد یافت، زیرا داشتن این برنامه‌ها ضروری است. سامی ابو زهری یکی از مقامات ارشد حماس روز شنبه بر رویترز گفته است که این گروه قطعنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته و آماده مذاکره بر سر جزئیات آن است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنان خاطر نشان کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار شب گذشته دو طرف بار دیگر تعهد خود به پیشنهاد و تجویز کنونی را تکرار کرده است. سامی ابو زهری یک مقام ارشد حماس را سه شنبه بر رویترز گفته است دولت آمریکا برای اجرای تعهدات خود در وادار کردن اسرائیل به پایان فوری جنگ مطابق به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با یک آزمون واقعی مواجه است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته پیشنهاد سه مرحله آتش بس در غزه که از سوی آمریکا ارائه شده بود با رأی 14 رأی مثبت و یک رأی ممتنع روسیه تصویب کرد که بلافاصله مورد حمایت حماس قرار گرفت. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئویمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه شما باشد.